بانک آسیای رشد ارزیابی تاثیرات محیط زیستی ساختمان شاهراه دوشنبه تورسون‌زاده را نشر کرد که در آن گفته شده است یک شرکت راهسازی چین اولهای سال 2015 در سراسر شاهراه دوشنبه تورسون‌زاده نهال ارچه کشت کرد، ولی 60% این نهال‌های آرایشی 3 ماه هم نگذشته در ماه ایون خشک شدند. حدود شهر تورسون‌زاده در وقت تجدید راهی شاهراه دوشنبه تورسون‌زاده تا سرحد ازبکستان در از طرف کارپرسی خطایی ها 1000 دونه نهال های درختان سایه افکن شیانده شده بود که در تاریخ 10 ماه ایون سال جاری از طرف کارمندان شعبه ما آید سبزیش این نهال ها سنجش گذرانده شد و از 1000 نهالی که شیانده شده است همگی 310 بخی آن خوش شده است. China Road and Bridge Corporation که روی 57 کیلومتری بین پایتخت تا مرز ازبکستان را ساخت، وظیفه دار شده است تا بهاری سال 2016 این کمبودی را برطرف کند. راهسازان چینی برای وسیع کردن این راه دارای اهمیت منطقوی صدها درخت را بریدند، اما با گفته بانک نهال شنانی در کناری راهی که به ناحیه حصار وارد می شود مناسب بود است و مقامات محلی و شرکت راهسازی در کنار این راه بیشتر از 3400 درخت شناندند. اگر نه خوکای نه بالاهای نه کی این درختو اگر سبز کند کو اگر کلون شوه میز 20 سال 30 سال 50 سال میگذرد همه را دکیز خوشبو میشه زیب میتوخی ای با پروسو یا اودما موندن در کو کم نگاه بنی کن سبب خوشکوی این نهال ها پیش از همه اویدی درستی کارهای شنوندن نهال، یعنی که اجرای کارهای اگروتکنیکی شنوندن نهال ها می باشد. در وقت شنوندن نهال ها باید درست در جاهایی که معین کرده شود که در آنجا همین گونه درخت ها شنونده می شود. نوسازی راه دوشنبه تورسون‌زاده سال 2011 شروع شد و ماه سپتامبر مورد بهره برداری قرار گرفت. راه از دروازه غربی شهر دوشنبه شروع می شود و تا به شهر تورسون‌زاده در مرز ازبکستان می رسد. برای نوسازی این راه بانک آسیای رشد به تاجیکستان 120 میلیون دلار قرضی با امتیاز داده است.